شاگردای خوبم سلام، امیدوار هستم خوب باشید. خوشحال هستم که توصیه های صحیحی و نکات بهداشتی را مراعات میکنید. امروز باز هم درس ادبیات دری صنف هفتم را داریم. امیدوار هستم کارهای خانگی خود را انجام داده باشید. کتاب، کتابچه و قلم نزدتان موجود باشد تا در جریان تدریس بعض نکات مهمه یادداشت نمایید. خب امروز ما و شما درس بیستم کتاب ادبیات دری صنف هفتم داریم و شایق جمال را بر شما به معرفی میگیریم. هدف درس امروز ما چیست؟ ایجاد علاقه و آشنایی با شاعران معاصر، تقویت مهارت‌های اساسی زبان و آشنایی با عدد توزیعی و کسری در متن است. از درس گذشته یک ارزیابی داریم. کی بر ما راجع به عدد اصلی، ترتیبی و ترکیبی جمله میگه؟ بسیار خوب، شاگردای عزیز با نکالگی دستای خود بالا کردن، همه یاد دارن. خب زرغونه جان تو میگی مثلا راجع به عدد اصلی یک جمله بگو. زرغونه جان گفت من، آفرین، من پنج دانه چی دارم؟ قلم دارم. دارم داخل چی میمانیم؟ داخل جمله ما نقطه. بسیار خوب. خب در اینجا شما بگین که همی پنج چی هست؟ کدام عدد است؟ عدد چیست؟ بسیار عالی. عدد چی است؟ آفرین، گفتین که عدد اصلی هست. ها؟ پنج عدد اصلی است؟ بسیار خوب. این پنج عدد اصلی شد. بسیار جمله خوب گفتن. امروز ما و شما عدد چی را میخوانیم؟ توضیحی و کسری را میخوانیم. خب و او را در متن باز نشان میتیم. بهتر است که اول ما بخش گرامر را بخوانیم و بعد از او بریم متن را بخوانیم و در متن نشان بتیم. عدد توضیحی و عدد کسری را میخوانیم. نه؟ در درس گذشته با عدد اصلی و عدد توصیفی یا ترتیبی آشنایی پیدا کردیم. در این درس میخواهیم درباره عدد توضیحی و عدد کسری معلومات حاصل نماییم. عدد توضیحی تقسیم معدود. معدود خب شما میفهمین که چی است. روز قبل شما خواندین نه؟ معدود چیزی که حساب میشه. مثلا چهار دانه کتابچه. کتابچه چی است؟ معدود است. عدد توضیحی تقسیم معدود به بخش‌های مساوی را نشان میتنه. یعنی عدد توضیحی تقسیم معدود را به بخش‌های مساوی نشان میدهد و از تکرار عدد یا اعداد اصلی ساخته میشوند. مثلا دو دو، پنج پنج، هفت هفت و نظایران. به هر کدام دو دو هزار افغانی رسید. امی که به هر کدام میگیم دو دو هزار افغانی رسید، امی چی است؟ عدد چی است؟ عدد توزیع است. مثلا ما میگیم که به هر یک دو دو افغانی رسید و این خودش یک چی هست؟ در کتابتان هم نشان داده از جمله عدد چی هست؟ عدد توزیع است. و مثالای دیگه هم شما فکر کنین، میتونین که مثالای دیگه هم راجع به این بگین. به هر شاگرد چی؟ دو دو قلم رسید. خب اینجا ببینین که امی دو دو چی است؟ عدد چی است؟ عدد توزیعی است که گفته بود که از عدد اصلی تشکیل شده یا ساخته میشه. دو عدد اصلی هم است نه؟ بسیار عالی. مثال دیگه هم کار کنیم. خب یک مثال شما بگین. این حالا مثلا همین عدد توزیع آمده باشه که معدود به چی؟ به قسمت های مساوی تقسیم کرده باشه. مثلا دو دونه. این حالا یک مثال دیگه شما بگین. در این روزا در کابل نان هم توزیع میکنن نه؟ نانوایی ها. گفتم میتونیم که به هر شخص چند نان میدادن؟ پنج نان رسید.
خب امی پنج پنج چی است؟ پنج پنج عدد توزیعی است نه؟ پنج عدد چیست است؟ لیست که اینه به شکل تکرار نوشته شده. فهمیده شد این سال یاد گرفتین؟ حالا میریم به بخش های دیگهش توجه میکنیم. یا میگه به شکل اختصار اینجا نشته کده یا به غرض اختصار به هر کدام دو دو هزار رسید نه؟ میتونیم که بگیم دو دو هزار رسید. یا برای جلوگیری از تکرار به هر کدام دو هزاری رسید. یا در اینجا ما گفته میتونیم به هر کدام به هر شخص پنجتایی رسید یا به هر شاگرد دوتایی رسید. فهمیده شد؟ اینجا میتونیم نشته کنیم که به هر شاگرد چندتایی رسید؟ دوتایی رسید، یعنی دو تایی رسید. یا به هر شخص چی؟ پنجتایی رسید. دوشتا کلمه میتونیم؟ پنجتایی رسید. خب به این شکل هم میتونیم که این عدد چی را؟ عدد توزیعی را به این شکل هم ما شما چی کنیم؟ نوشته کنیم. دیگه مثال به کتابتان هم آورده که مثلا میتونیم که بگین اگر معین کننده ها مختوم به واول باشه، یعنی به واول ختم شده باشه، به حروف واول. شما میفهمین دادری حروف واول کدام حروف است؟ واو و الف و یا نه؟ به جای یا آن یی میآید. مثلا به هر کدام دو تایی رسید یا چهار دانه ای رسید. یعنی در اینجا پس دوباره نشته کرده میتونیم که به هر کدام چی رسید؟ به هر کدام اینجا نشته کردیم دو تایی رسید نه؟ اونجا برتان نشته کردیم دو تایی رسید یا چهار دانه ای رسید یا پنج تایی رسید یا پنج دانه ای رسید. صحیح شد؟ همچنان بعضا معین کننده ها هم نمی آیند، نمی آیه او تنها پسوند یا با عدد می پیوندد. مثلا کتاب ها را بیستی خرید، یعنی بیست بیست افغانی خرید. کتاب ها را بیستی خرید و هر شاگرد دو تایی رسید. اینجا ما نشته کردیم این اگر متن رو تغییر بتیم میتونیم که یک جمله بگیم که متن رو تغییر بتیم به دیگه شکل بگیم، یعنی به هر یک پنجی رسید. عدد کسری میبینیم که در کتاب چی گفته. در کتاب گفته که عدد کسری آن است که جزء از عدد اصلی را نشان میدهد، یک جزءش را نشان میدهد. این گونه عدد در زبان دری به چند صورت گفته میشود. مثلا طور مثال براتون گفته پنج یک، پنج یک یعنی یک بر پنج. شش یک یعنی یک بر شش، کسرش رو خوندید. هشت یک یعنی یک بر هشت. یک بر پنج، سه بر چهار، پنج بر هفت. به این شکل. خب آفرین پروانه جان. میگه من چی؟ چهار یک سیب را خوردم. من چهار یک سیب را خوردم. ببینید در اینجا چهار یک سیب را خوردم، یعنی امی چهار یک خودش چی است؟ عدد کسری است. یک سیب به چند سه تقسیم کرده؟ به چهار سه مساوی. از چهار سه چند سه خورده؟ یک سه خورده. در کتاب تانم آن آورده که یک هشتم سه کتاب گلستان در باری اخلاق درویشان است. یعنی کتاب گلستان اگر شما بگیرین به هشت سه تقسیم کنین، یک سیش درباره چی بوده؟ اخلاق درویشان. دفتر اول یک ششم سی کتاب مثنوی مولوی را تشکیل میده. یعنی کتاب مولوی را به چند سه؟ به شش سه، که از یک سیش اگه تقسیم کنیم به شش سه از یک سیش چیست؟ یک سیش امو دفتر اولش است. فهمیده شد؟ حالا ما میریم در متن درس میبینیم که در کجا ما در کجای متن ما نشان داده میتونیم چی را؟ عدد توزیعی و عدد کسری را. خب متن یک بار از رویش میخوانم شما توجه کنین و ببینین که در کجای ازی چی آمده؟ عدد آمده. شایق جمال یکی از شعرا و نویسندگان معروف افغانستان است. اسم او میر غلام حضرت، فرزند حافظ میر جمال الدین و از بازماندگان میر واعظ کابلی، شاعر و عارف وارسته کشور است. وارسته را میفهمین که معنایش چی است؟ وارسته یعنی آزاده، یک شاعر آزاده است. این شاعر گرانمایه در سال 1275 هجری شمسی. 1275 کدام عدد است؟ آفرین، باید دارین، دیروزم خواندین، عدد است نه؟ عدد ترکیبی. در شهر کابل زاده شد. تعلیمات ابتدایی را
نزد پدر کلان مادری خود فرا گرفت. در لیسه حبیبیه و دارالمعلمین کابل تحصیل کرد و با گرفتن شهادت نامه درجه اول و شغل معلمی و سرمعلمی در مکاتب ابتدایی کابل پرداخت. شایق جمال سالهای طولانی به تدریس علم و پرورش فرزندان وطن مشغول بود و در این عرصه خدمات قابل قدری انجام داد. او از استعداد خاصی برخوردار بود. 18 پاره قرآن کریم را حفظ داشت. 18 اینجا چیه هست؟ عدد است ها؟ کدام عدد است؟ عدد ترکیبی آفرید. زبان و ادبیات دری و عربی را نزد دانشمند نامور کشور مرحوم قاری عبدالله فرا گرفت. او در سال 1300 چی هست؟ عدد است. بسیار عالی. هجری شمسی در حالی که هنوز 15 ساله بود. 15 چی است؟ آفرین، عدد ترکیبی. با سرایش شعر و کار علمی و ادبی پرداخت. نخستین شعرش در جریده سراج الاخبار و دیگر اشعارش در جراید امان افغان اصلاح و انیس وقت و نشر رسیده است. وی علاوه بر آن که شاعر نازک خیال بود و هنر نویسندگی، خوشنویسی، رسامی و موسیقی نیز مهارت داشت. چنانچه مجمع آثار خود را که مشتمل بر غزلیات، قصاید، قطعات، رباعیات و قسمتی هم به نثر بوده و خط زیبای خود گردآوری کرده بود که در بخش های از آن به نام دیوان اشعار شایق جمال در سال چند؟ در سال 1334. چی است تا 1334؟ عدد است. عدد چیست؟ عدد ترکیبی. بسیار عالی. اجری شمسی به چاپ رسیده است. شایق جمال از شاعران بزلگوی، طنز پرداز و بدیع‌سرای معروف قرن آذر است. بزلگوی گفتیم شوخی، قصه هایی که بسیار خنده داشته باشه به شوخی بگویم. طنز پرداز، طنز هم میفهمین که فکاهی است، این قصه های خنده دار است. و بدیه سرای، کسی که فل بدیه شعر بگویه بدون از این که اندیشه کنه، یک چیز در ذهنش بگرده او را بگویه، که از حاضر جوابی و متایبات دلنشین. متایبات هم میفهمین که قصه های خنده داره میگه. دلنشین هو امواره به طور شفاهی و یا هم به گونه مکتوب در حوزه های علمی و فرهنگی کشور یاد شده است که خوشبختانه در سالهای آخر شماری از طنزها و متایبات او به نام لطایف و ظرایف گردآوری شده و در سال 1383 اینجا چی هست؟ ما شما خواندیم در بخش قواعد دستوری چی هست؟ عدد است نه؟ عدد چیست؟ عدد ترکیبی. هجری شمسی و چاپ رسیده است. شایق شاعر وطن دوست و با احساس بود. موضوعات اشعار او را مسائل چون وطن دوستی، تأمین عدالت اجتماعی، تعلیم مفاهیم اخلاقی، آزادی خواهی، صلح دوستی و اتحاد تشکیل می دهد. او مدح و تملق گویی را به نظر نفرت می دید، چنانچه خود گوید: مغرور دست بوسی اهل جهان مباش، شاید و اعتقاد کسان اعتبار نیست. معنای شعر می فهمین چیست؟ دمی که گفته تو باید چاپلوسی نکنی و دست بوسی کسر نکنی، تو باید به داشته های خود، به مهارت های خود اعتماد کنی. استاد خلیل الله خلیلی که خود از معاصران شایق جمال و یکی از استادان ارکان ادبیات به ویژه شعر معاصر دری شمرده می شود، اشعار دلنشین شایق را ستوده و او را شاعر نازک خیال خطاب نموده یا خطاب کرده است. شایق جمال سرانجام در اسد سال 1353 چی است؟ آفرین، 1353 عدد است. عدد چی؟ عدد ترکیبی. هجری شمسی جهان فانی را وداع کرد و او را در جوار زیارت شاهد شمشیره رحمت الله علیه به خاک سپردند.
ما میریم به یک بخش دیگه که او خلاصه می درس ماست که ما امروز کدام موضوعات خواندیم. شما میفهمین که ما درباره شایق جمال خواندیم که یک تن از شعرا و نویسندگان چی بود معروف افغانستان است. او در سال 1275 هم شما میفهمین که چی از عدد است نه؟ در شهر کابل به دنیا آمده و دروس ابتدایی را در کجا؟ در لیسه حبیبیه به اتمام رسانید. او از ذوق و استعداد خاص برخوردار بود که حتی در 15 سالگی او چی میکرد؟ در 15 سالگی به سرایش شعر و کارهای ادبی پرداخت. خب دیگه در کدام بخش خواندیم؟ ما امروز در بخش چی خواندیم؟ اعداد خواندیم. کدام اعداد خواندیم؟ اعداد توزیعی و کسری خواندیم و جملات هم شما خودتان راجع به این اعداد گفتیم. خب این خلاصه درس امروز ما بود. حالا یک میخواییم که کمی از این درس ها یک بخشش را ارزیابی کنیم. در بخش فعالیت ها رسیدیم، در کتاب تارم است در صفحه 97. فعالیت اول ما شایق جمال در چی هنرهای مهارت داشت؟ شما خواندین که شایق جمال آفرین کلتان مانو میفهمین، میگین که هم رسام بود و هم خطاط بود و هم به موسیقی میفهمید. در پالی از این که یک ادیب بود، یعنی هم شاعر بود نویسنده بود. خب دیگه چی سوال کرده؟ گفته شایق جمال چیگونه شاعر بود و مسائل شعری او را چی موضوعات تشکیل میداد؟ شما خودتان گفتین که یک شاعر بود که موضوعات اجتماعی زیادتر بود، نه موضوعات دینی بود، اجتماعی بود، سیاسی بود. همین موضوعات در شعر از زیاد دیده میشه. بسیار عالی. دیگه سوال دیگه تو راست که میگه توضیحی چیست؟ دو مثال خارج از درس ببینید. ایرم در خانه کار کنین و هم بیت که اینجا آمده او را در خانه بخانین و راجعی به او یک چیز بنویسین. خب فعالیت دوم شاگردای عزیز میتونین که فعالیت ها رو در خانه کار کنین که بسیار ساده هست، کلش در متن درس موجود است، شما میفهم که یاد دارین ایره و کار خانگی تارم می دو بیت از نمونه کلام شایق انتخاب میکنین و در موردش سه سطر نوشته میکنین. اگر در او عدد توضیحی و عدد کسری هم آمده باشه بهتر میشه. خب شاگردای عزیز تشکر از توجهتون درس امروز ما. امیدوارم یاد گرفته باشین و کارهای خانگیتان اجرا کنین، درس هم یک بار تکرار کنین، درس آینده رو یک مرور کنین. تا روزی دیگه که باز دوباره خدمتتان حاضر شم. خداحافظ و ناصرتان.